با سلام و درود همیشگی خدمت شما دوستان و سروران، امروز که 30 آگوست 2021 هست و روز دوشنبه، چند دقیقه براتون از یک کازینو در اتریش فیلم گرفتم که میخوام تقدیمتون کنم. این کازینو در شهر زیبای بادن در تقریبا 30 کیلومتری ویان هستش که نه تنها بزرگترین و شیکترین کازینو در اتریش هستش، بلکه بزرگترین کازینو در اروپا است. این کازینو من امروز از بیرون رو سطح فیلم گرفتم و خیلی خیلی هم باور کنید سعی کردم که دستم های تونتون این ور اون نکنم، ولی خب دیگه این هنر فیلم برداری ما همه جا باید شما رو واقعا به حیرت بندازه، ولی به هر حال شما باز هم میتونید ببینید که چه ساختمون عظیم و عجیب و شگفت انگیزیه. این کازینو در سال 1934 بار اول باز شده، در 1944 به خاطر جنگ جهانی دوم بسته شده و روسای جر مرکز خودشون کرد، مرکز سربازاشون بوده، تا سال 1955 که دوباره باز شده، بارها بازسازی و مرمت شده، آخرین بار سال 2007. و الان خیلی ها حتی شهرهای اطراف رو میان اینجا، چون که اینجا نه فقط توش بازی میکنن و قمار میکنن، بلکه رستوران بسیار شیکی داره و همچنین محل برگزاری سمینار و کنگرس های مختلفی هم هست. من از داخلش فیلم برداری نکردم، ولی چند روز پیش من اینجا رفتم داخلش، داخلش هم نرفتم، فقط میخواستم ببینم که چون من دفعه آخر 20 چند سال پیش اینجا بودم آیا فرقی کرده یا نه. رفتم دیدم پایینش، قسمت پایین اینجا ماشین های مثل چی جکپات میگفتن ایران، جکپات اینا گذاشتن، سلات مشین بهش میگن به انگلیسی، که پول میندازی توش. قسمت بالاش که بسیار شیکه، توش میز های رولت و بلک جک و نمیدم تاس میندازن و بالاخره دیگه به آزه مختلف هست و مردم هستن اونجا، هم بازی میکنن، هم به حساب هم دیگر رو ملاقات میکنن، مشروب میخورن، شامپاین میخورن و هر، ولی من قسمت بالاش داخلش نرفتم، چون که اولا من اینجا الان دو هفته سرم در شهر ویان بادن هستم، به خاطر اینکه در یک کلینیک اینجا مشغول مداوای دردهای زانو و استخونه اینا هستم و درست در 5 دقیقه اینجا این کلینیک ما هست و هر روز میگم که پارکی که این کازینو توش هست که بهش میگم کور پارک، و پارک بسیار قشنگی که از اینجا ویدیو گرفتم که واسه تون اگر که خدا بهتون رحم نکنه واسه تون اونم خواهم گذاشت که زج بکشین. به هر حال دوستان دیگه یک کازینو بسیار زیبا، بیرونش این آب ها رو میبینید، فواره ها رو، و بعد ساختمونش هم ببینید چه عظمتی داره، و همچنین که گفتم که هم اینجا یک تراسه در از که این فواره ها هست، اینجا میتونن بشنن شام و نهار بخورن، هم توش یک رستوران بسیار مجلله، و بعد همین پارکی که توش هست یکی از پارک معروف اتریشه، شهر بادن، شهری که همه به خاطر مداوا و بهش مثل میگن اسپات تاون، به خاطر مداوا میان اینجا و کلینیک های مختلف داره و آب های معدنی زیادی تو این شهر هست، یک استخر زیاد معروف داره با آب معدنی، و از طرفی هم این شهر امسال عضو چیز شده تو لیست چی میده اونو بهش میگن World Heritage، یعنی که چیز جهانی، نمیدونم اسمش چیه، ایرانی چی میگن، هم انگلیسی و آلمانی شده، آلمانیشو بهتر میدونم، کلتور عربه در ویلد رفته تو لیست آثار مثلا هرچی. خیلی به هر حال از این جده اینا خوشحالن و روزی یک شنبه جشن گرفتن تو همین پارک میزدن میرفتن، چون که اسمش رفته تو همون لیست World Heritage، یونسکو World Heritage، حالا هرچی هست. ایران هم دیدی که بعضی ساختمان ها رو میگیرن میگن این مثلا جز آثار نمیدونم چیه جهانیه. به هر حال این شهرم زیار زیباییه و خسته کننده است، اما بعد از اینکه شما 2-3 روز اینجا باشین دیگه اصلا نمیدونید کجا برید، چون یک جایی که
محلی که پیاده روی میدید همه شهر اینجا دارن که پیاده میرن توش و مغازش این هست. ما همون روز اول اینجا رو دیدیم دیگه چیزی نداشت واسه دیدن. هر حال دیگه ویدیو هم تموم شد دوستان و انشالله که خوشتون اومده باشه. اینم کازینو بود و انشالله پاتون رو تو اونجا نذارین چون که خیلی ها زندگی هاشون برباد دادن تو این کازینو و اینجور جا. انشالله شما جز اونا نباشین. من خودم آدم های زیاد میشناسم که زندگی هاشون به هم خود سر رفتن به همین کازینو. روزتون خوش انشالله که همیشه شاد و سرحال و سربلند باشید عزیزان من.